سلام سلام به دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدا رو شکر منم خوبم و امروز دلم خواست که یه چیز شیرین بخورم، ولی خب چیزی تو خونه نبود، خیلی هم فرصت نداشتم. به خاطر همین از این پودرای آماده کیک کمک گرفتم و یه کیک ساده خیلی راحت درست کردم، ولی خیلی هم خوشمزه شد اتفاقا. خب این پودرای آماده یه وقتای خیلی به کار میان، دست به کار شدم تا درستش کنم. مایکروفر رو گذاشتم رو درجه 190 تا گرم بشه. تخم مرغا رو شکستم، زرد سفیده هاش رو از هم جدا کردم. میدونید که همه این مواد از قبل باید به دمای محیط رسیده باشه. توی آشپزی حالا غذا باشه، کیک و شیرینی مخصوصا باشه، اینا یه نکات خیلی ظریفی هست که اگه رعایت بشه واقعا توی دستپختمون خیلی تاثیر داره. خیلی از ایرادای غذاهامون گرفته میشه با رعایت این نکات مهم. سفیدمون به این صورت باید از داخل ظرفمون نریزه، سفیده رو میذاریم توی یخچال تا بقیه کار رو انجام بدیم، چون سفیده زود شل میشه پس باید جاش خنک باشه. یکم زرده رو میزنیم، شیر و روغن رو بهش اضافه میکنیم. حالا تو پودرهای آماده میدونید که بیکینگ پودر، وانی، شکر، اینا همه به خود پودر اضافه شده و بسته بندی شده. اینجا کارمون رو راحت میکنه، ولی اگر فرصت داشته باشیم واقعا این مواد رو خودتون آماده کنید، یعنی پودر کیک و آردتون رو منظورم و بیکینگ پودرتون، وانیلتون، شکرتون رو خودتون اندازه بزنید و کیکتون رو درست کنید، اونطوری خیلی بهتره. ولی خب برای مواقعی که فرصت نداریم، کارمون عجله‌ایه، پودر کیک آماده واقعا به کار میاد، کارمون رو راه میندازه دیگه. ما تو خونه یه دقیقه حواس کیک و شیرینی کردیم، منم تصمیم گرفتم با این پودرهای آماده یه کیک ساده و فوری درست کنم، ولی خب خیلی هم خوب شد، خیلی خوشمزه شد. طی دو سه مرحله پودر کیک رو اضافه میکنیم، حتما علک کنید. خوب میزنیم که حسابی با هم ترکیب بشه. همزن رو میذاریم کنار و با لیسک خوب دور ظرف رو جمع میکنیم و هم میزنیم. قالبمون هم چرک میکنیم و آرد پاشی میکنیم. میتونید کاغذ روغنی کفش بندازید. سفیده رو هم توی دو مرحله به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. توی هم زدنتون دقت کنید که پف کار نخوابه، یعنی در حدی هم بزنید که گلوله گلوله توش نباشه، کافیه. بعد موادمون رو میریزیم توی قالبمون، میذاریم توی فر یا مایکروفر. خیلی راحت درست میشه، خیلی زود درست میشه. تو این کیک میتونیم به جای شیر از آب پرتقال استفاده کنیم، خیلی هم طعمش خوشمزه تر میشه. همه این مواد رو که ریختیم تابمون رو یکم تکون میدیم، آروم میکوبیمش به کف کار تا اینکه این حبابا بالا بزنه. 40 تا 50 دقیقه زمان برای پخت لازم داره. من اول روی 42 دقیقه گذاشتم، بعد که تست کردم دیدم هنوز یکم کار داره. 47 دقیقه زمان برد و کیکم خیلی عالی شد، آماده شد. شما هم تست کنید. اینا همه بستگی به حرارت دستگاهتون داره. اینم از کیک خوشمزه بود زیبای ما.
امیدوارم درست کنید. این کیک خیلی ساده است ولی خیلی هم خوشمزه است. درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. روزایی که وقت دارید، روزایی که خیلی کار ندارید، روزایی که حالتون خوبه، کیک و شیرینی درست کنید، دسر درست کنید. واقعا توی حال اعضای خانواده خیلی تاثیر داره. امیدوارم همیشه خوب و خوش باشید.